هنرمندی جوان رستم سویف میونی خواهد. تامی استاد خودش از شهری استاد لایق می‌باشد. من خودم اصلا از اولم کتاب گرفتم، از اول شعر خدی کار نمی‌کردم، کتاب و شعر نمی‌خوندم از اول. هر پروفسور می‌گفت سرودش می‌خوندم، او صنعتکاری دیگر جو ایتالیا استونیا دیگر دیگر مملکت‌ها رو سرودش می‌گفت می‌خوندم. با یه روز من با خودم شدم سوال دادم چیو من نمیخونم شروعی توجیه خودم اونا کتاب داده دستم وقتی کلیاتی استاد لایق شرالی بله از اونجا من ورق زدم ورق زدم و یکی همین شعر ورق زنی بود در پیش چشم من غلطید و نگو کردم اخیر خوندم و یکی خوندن سر کردم ساکردم خوند با موسیقی کتی در دنیا خودم با خوند یک لحظه یک سو رفت آهنگ پیدا شد در سرم همین کتاب گرفتم در دستم رفتم پیش جوی موسیقی را ثبت میکنم آهنگ آذری است یا اینکه نه ای خودم در فکرم نبود که هم خیلی شعر خوشرو آهنگ خوشرو میشد خودم نمیدونستم خوندم خوشرو برومد بعضمون سال 2000 بود بعضمون خودم به حیرانی موندم که چخیلی که این سور مشهور شد مخلص خودش رو پیدا کرد تو با هنوزم اگر در یک محفل شرکت ورزید از شما تقاضا میکنن که ما از همین سرود رو سروید حتما به این سرود یکو مرکه نمیگذارم یعنی تو... این کلید سرود های شما است بله همین میگم در همین در یکون کدوم مرکه در همون چاروی نخونم نمیگه چی به همون رو نخوندی هم مچره خوند هم سرود رو خوندی و نکی همین یک لحظه یک ساعته نخوندی همین التماس خونه میگه مجبور میشم میخونم برای شما هم این سرود پسند است خود شما دوست میدارید این سرود رو البته دوست میدارم خیلی دوست ندارم از روی همین سرود مرا خلق مرا حرمت کرد دوست داشت شنو همین سرود یک لحظه یک ساعته از جانب دیگر هنرمندان با دیگر آهنگ سرایده شد.
از هنرمندان تاجیک حتی هنرمند شناخته آسیا مرکزی یلدوز عثمانوا به نزدیکی این سرود رو با دیگر آهنگ پیشکش مخلصان نمود. نظر شما چگونه است در این مورد؟ هیچ من بهترین خواندگی است. منم خرسند هستم که از شعر استاد لایق گرفته. از دیگر دولت‌ها حافظ گرفته میخواند شعر استادای مویش، شعرای مویش. ما فخر میکنیم. یکمش کمی یک لازیرا در تاجیکستان خودمان رستم سویف ایام خوبی عمر انسانی میشمارد و سبب همین است که این فصل زندگانی را طریق ترنهایش وصف میکند. از نگاه او سرود موسیقی تربیتگران و آن میتواند کس را برای درستی زندگی هدایت نماید. جوانی چون بهاران خوب و زیبا صفاتش در زبان خلق دنیاست. جوانی بگذرد چون آبی دریا نکو دارش که پر از آرزوهاست. رستم سویف دوستدار فصل جوانی است. همین گونه جوانی را کی نزد میبیند؟ جوانی را همون نزد میبیند. شخصاً خیلی فکر میکنم که در صد سالایم باشی خطه جوان ایست میکنی همه میخواهد که جوان باشد کشور باشد زیبا باشد جوانیم و خوشی های جوانی را نمیدانیم بیاد زندگانی زندگانی را نمیدانیم باید من میخواهم با جوانان ما مراجعه کنم که مقصد جوانی رسیم جوانی این دیگه بر نمیگردد ترنه دارد با نام فصل جوانی خیلی هم مضمون والا دارد و آهنگ نیز خیلی هم مرغوب و دلنشین است اکنون در مورد این سرود میخواستم با صحبت را ادامه بدهیم آن چی گونه پیدا کردید و چی گونه شد که شما این سرود را با یک مهر محبت خاصه پیشکش دوستداران صوت و ترنه های دلنشین نماید همین شعر هم شعر استاد لایق است بله اگر شما اهمیت داده باشید من بسیار از شعر رو استفاده می بوده که شعرم به آهنگ رو خودم او استاد لایق می شد لایق شعر علی و همین گفتگی شما که فصل جوانی گفته دو چشمه چشمه برخوشانه بود کلیپ این سرود نیز
پیشکش گردید و آن یک مضمونی مخصوص خود را نیز دارد. در آنجا یک صحنه فاجعه‌ای است. خود شما فکر کردید یا اینکه نفر دیگر؟ یا جو فکر کردیم. اونجا شما اگر همه دوگی باشید عاشق هستم. بله بله. هنر عالمی رنگین است برای هر یک هنرمند. پیش کردن آن به خود خاص مشکلی هم دارد و در این برابر موفقیت نیست. اما رستم سویف از این مشکلی ها نمی هراسد چون برایش آن را خیلی هم عزیز می داند. چند سال شما را در صحنه ها کمتر می دیدیم. هنرنمای شما کمتر بود. بیشتر نفران فکر می کردن که رستم سویف از صحنه دور مانده است. آیا همین گونه؟ من دور نبودم. فقط کار می کردم. سردوی نو ایجاد میکردم. من با مخلصون هستم. من دور شدگی نیستم ای صحنه، ای صنعت. من با مخلصون هستم. خطا نکنم یک آلبوم با شدگی است. آلبوم نو من از دکیو همین آلبوم برای همه شما با مخلصون پیشکش میکنم. کنسرت من بود در ولایت سوخ شهر خوجند. من خودم انتظار نبودم که کنسرت میشد. هم قصور در خوجند کنسرت نگذارندگی بودم، ندودا بودم، همه کسی اومده کانسر گذارندیم، گذارم بور که کانسر جمع ده همه کد آدم اومد، خدا بور نداشتم که همه کد آدم میشد نمیدونستم دامون جان تا حاضر همه کد مخلص دارم بله. حقیقتا که دامون جان همه کد مخلص دارم خودم در یک لحظه وقت تلون پر از آدم شد وقتی که پردگی که شده شد من مردم بودم خودم کم را گم کردم شبی مهتاب و دریا مستود من هم مستی سرشورم شبی مهتاب و دریا مستود من هم مستی سرشورم بعضن هنرمندان برنامه کنسرت خود رو پیشکش میکنن از این کنسرت فایده زیاد به دست نمیارن با اون خاطر که در تولار نفرانی کم شرکت می‌ورزند یا اینکه همون برنامه کنسرتی موفق نمی‌شود. آیا رستم سویف باره با این حالت روبرو شده است و به نظر شما چرا بعضی هنرمندان با چنین حالت روبرو می‌شوند؟ این کار در هر سرآینده در هر صنعتکار می‌شود. بسیار افیزو می‌خواهند که یک تولار کلون باشد. در همون تولار کلون دو من کنسرتیم. من خوب من روزی هستم. تالور کلونم پر کردنم خیلی وقت در کار است و یکم تالور کلونم پر کردن هر کس نمیتونه دخه بله شخصا من بسیار وقت کنسرت در اونجا اگر کنسرت من گذارم اگر میخوام تیم یا اونجا کنسرت نست من کشی نمیکنم یک تالور کلون باشد هی تالور باشد که تو هزار باشد نه نه تو 800 آدم باشد همین را پر کردن ممکن است. این حالات در همه می شود. در من هم شدگی از همین حالات ها. هیچ گمه. یکون هنرمند باید این کار در مانده نشود. Yavaş yavaş gece geçer Hiç bilmirem nece geçer
durup seni düşündükçe hoşun çeker hatireler. Yavaş yavaş gece geçer, hiç bilmirem nece geçer. Durup seni düşündükçe hoşun çeker hatireler. Şirin günler, şirin aylar bir bir gelip düşer ya da yürekte yer ayrılığım üzüdensin bu dünyada. Şirin günler, şirin aylar bir bir gelip düşer ya da yürekte yer ayrılığım üzüdensin bu dünyada. Rustam Isayev donandai chand zabon ast va surtho-ro niz bo zabonhoi gunogun bo mohorati khos ijro mekunad. از چند سفرهای هنریش خاطره های نیک دارد و آن را با صمیمیت خاص به یاد می آورد. ای چکلر یخو کمی بر آنچنان آخو کمی همه دیر همه گلر من گلمرم چاخو کمی. ما اگر متوجه باشیم با صوتهای شما، شما نه تنها با زبان تاجیکی بلکه با دیگر زبانها نیز سرود میسرایید. میخونم، با زبان تاجیکی خودم میخونم، با زبان روسی، آذری، ترکیه هم. هر گفتگی زبان دون جهان دون، ما حرکت میکنیم که با شما همه این زبانها رو میدونید؟ قریب همه شو میدونم، غیر تاجیکی خودم قریب همه خریب همه شو میدونم. در کدام کشورها شما را بیشتر میشناسن و ترانه‌هایتان را گوش میکنن؟ در آذربایجان هم سال 2008 بودیم، یک تلویزیون داره اجتماعی، تلویزیون دولتی است. در اونجا ما برآمد کرده بودم و یک لحظه در اونجا خونده بودم. خودشون دعوت کردن، در اونجا خوندیم. یک برنامه شما است در با هم تلویزیون از تی وی است. با هم دولتی است از تی وی. در اونجا برآمد کرده هستیم ما. هم برنامه داشتیم هم آفیس کردیم. برنامه جوانی بود. جوانان در همونجا برنامه من بود همونجا همونجا هم سرود خواندگی بود. Первый раз тебя увидел, потерял покой. В жизни не встречал прекрасней девушки такой. Волосы струятся шелком, обжигая взгляд. Верю я, что пойдет все на лад. Только ты, надежды и мечты. Побудь со мной хоть немного, ослабевая. Только ты, мой ангел красоты. Твои волосы сводят с ума. Эй, брюнетка, в сердце ты попала метка. Ой, брюнетка, сразила наповал. Эй, брюнетка, ты как сладкая конфетка. Ой, брюнетка, люблю одну тебя. Rustam Isayev از اولی هنرمندان است و این جاده را برایش مقدس میشمارد. برگزار نمودن برنامه‌های کنسرتی و ایجاد سرود و آهنگ‌های جدید از آن نقشه‌هایی است که همیشه آن را در دل می‌پرورد. اگر سرود و آهنگ ایجاد کردم تواند قلب کسی را تسخیر ساخته محبت‌ها را زیاد گرداند، پس خود را خوشبخت احساس می‌کنم. نظر دارد این آواز خوان. دیگر مایم خونک شده از غمت دلم دیگر میاد